سه روز پس از پیروزی انقلاب در 25 بهمن 57 سفارت آمریکا در تهران مورد حمله قرار گرفت. روزنامه ها از سقوط سفارت آمریکا خبر دادند. ولی با درخواست دولت موقت و دستور آیت الله خمینی، نیروهای کمیته انقلاب اسلامی وارد عمل شدند و با خارج کردن متصرفین، کارکنان سفارت به محل کار خود بازگشتند. این حمله نخست به چریک‌های فدای خلق نسبت داده شد، اما این گروه سیاسی آن را تکذیب کرد. روزنامه اطلاعات حمله کنندگان را عمال ساواک معرفی کرد که به قصد ایجاد اختلاف بین ایران و آمریکا دست به این اقدام زدند. در همین روزها افراد مسلح با حمله به دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران آن را تخریب کرده بودند. گرچه اولین حمله به سفارت آمریکا مورد تایید آیت الله خمینی قرار نگرفت، اما دومین حمله به سفارت آمریکا که 8 ماه بعد با حمله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام انجام شد، با حمایت همه جانبه او روبرو شد و آن را انقلاب دوم نامید. در 12 آبان 58، یک روز پیش از اشغال سفارت آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی از دانشجویان خواسته بود برای اجبار آمریکا به استرداد شاه هر کاری که می توانند انجام دهند. دانشجویان نیز در نخستین اطلاعیه خود بر این نکته تاکید کردند. یکی از شعارهای اصلی دانشجویان خط امام در اون وقتی که سفارت رو گرفتن دقیقاً این بود دیگه، که میگفتن که شما باید شاه رو به ما پس بدین، ایشون باید بیاد در ایران دادگاهی بشه به خاطر کارهایی که انجام داده. و استدلالی هم که میکردن یا شاید به اصطلاح ترس از این بود که همونجور که در 28 مرداد شاه از کشور رفته بود بیرون و دوباره با کودتای آمریکایی بازگشته بود، فکر میکردن که آمریکا شاید بخواد یک چنین قصدی دوباره داشته باشه و برابر این برای اینکه جلوگیری بکنن از این مسئله و دست بالا رو داشته باشن اقدام کردن به مسئله سفارتگیری. As we said before, if the United States government returns the Shah and the property of the Iranian people, the hostages will all be freed and forgiven. دانشجوهایی که خودشون فکر میکردن 2 ساعت تو سفارت میمونن تبدیل شدن به کانون خبری دنیا. 50 و چند تا دیپلمات رو 444 روز گروگان گرفتن، رژیمی که گروگانگیر شد با اشتباهی که آقای خمینی کرد. حالا بعضی میگن اشتباه نکرد، عمدن کرد، برای اینکه در واقع رادیکالا که آخوندهای دورش بودن و تو شورای انقلاب، روحانیونی که در شورای انقلاب بودن قدرت گرفتن. ممکنی همچین محاسبه هم در ذهنهای خمینی بوده باشه، ولی در کلان که نگاه میکنیم به لحاظ مملکت داری، خب خیلی کار بدی کردی ایشون دیگه. من دانشجوها رو خیلی مقصر نمیدونم، من که جوان بودن یه کار شورانگیز تو اون فضا فکر میکردن کار خوبیست و تصورشون هم این نبود که قرار بمونن اینجا. ولی خب وقتی یه جوون 20 ساله 22 ساله یه مرتبه میشه مرکز توجه رهبر انقلاب که میگه خوب کاری کردین، دستتون درد نکنه، هم توجه ها میره به سمتشون، تمام خبرگزاری ها میان باشون مصاحبه کنن، اینا معلوم خوششون میاد دیگه و فکر میکنن کار خیلی انقلابی کردن که ابعادش وقت همزمان هم وقتی این اتفاق در تهران افتاد در پاکستان و چندین کشور اسلامی دیگه به سفارت های آمریکا حمله شد، یه موج ضد آمریکایی در منطقه شکل گرفت. اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از 52 نفر دیپلمات و شهروند آمریکایی و تایید این موضوع از طرف رهبر جمهوری اسلامی نه تنها نقطه شروع بحران روابط سیاسی ایران و آمریکا بود، بلکه آشکارا از ناسازگاری نظام تازه تأسیس اسلامی با عرف و قواعد نظام بین الملل دلالت می کرد و به جز ارضای حس انقلابیگری، ایجاد دشمنی پایدار با آمریکا
انزوای سیاسی و اقتصادی و انواع تحریم‌ها حاصلی برای ایران نداشت. این اقدام آمریکا را یه دوست تبدیل به دشمن کرد. دلش اون ضربات سنگین به وارد شد. جنگ ایران و عراق معلول همین مسئله بود تا حد زیادی. و بعد آثاری که هنوز داریم پس میدیم. خیلی اقدام خیانتکارانه بود. عملاً هم مشخص شده بود که توافق چجوری خواهد بود. گروگانا برن، ایران پولشون میخواست، گفتن بسیار خوب. میریم دادگاه لاهه، هر دو طرف کیساشون رو مطرح میکنن. و چه کردن تو دادگاه لاهه؟ ایرانیایی بودن که اموالشون رو دولت گرفته بود. اینا رفتن چون گذرنامه امریکایی داشتن، اونجا عنوان که 3 برابر ارزش محلشون گرفتن. وکلایی داشت جمهوری اسلامی که دو طرفه بازی میکردن، با اون طرف هم ساخته بودن. خیلی ضرر دادن، خیلی زیاد. حالا ضررهای سیاسی و انفراستراکچری، در واقع زیربنایی، یه ضررهای عظیمیه. رهبر جمهوری اسلامی به جای دستور آزادی گروگان‌های آمریکایی و مثلا قطع روابط با آمریکا، عملاً برای گروکشی سیاسی وارد یک قمار شد و به مدت 444 روز و تا آخرین لحظات انتخابات در آمریکا که به شکست کارتر و روی کار آمدن رونالد ریگان انجامید، از این گروگانگیری حمایت کرد. معلوم بود انقلاب ماشینش بنزین داره برای رادیکال تر شدن. مردم هم رادیکال تر بودن. میگم وقت تبلیغات نیروهای چپ اسلامی، چپ مارکسیستی، اینا هم در کف جامعه فرابون بود. تو این فضا وقت دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر، اینطوری که خودشون نقل میکنن، رسم بود اون موقع، میرفتن کوه، دانشجوها، تمرین انقلابیگری بود و تو کوه با هم بحث میکنن که شاهو بردن آمریکا توطئه است. همه میترسیدن مثل 28 مرداد آمریکایی‌ها کودتا کنن، شاه رو برگردونن. اون مسابقه رادیکالیزم هم بین مسلمان‌ها و مارکسیست‌ها مزید بر علت شد. هر کی میخواست یه خال بالاتر از انقلابیگری و رادیکالیسم بگه، انقلابی واقعی منم و تونتر حرکت میکنم، دانشجویان اون موقع مثلا 21 دو ساله امیرکبیر با هم قرار میذارن که بیان و بریزن در اعتراض به سفر شاه به امریکا، سفارت آمریکا رو بگیرن. خودشون میگن ما تصورمون این بود که این کار رو بکنیم، خب یه صد دو صد نگه میداریم میریزیم تو سفارت، اکسیونه اعتراضیه به صورت، بعدم خب بیرون رو میکنم. قبلش هم اتفاقا میرن به آقای موسوی خوینی ها که میشناختنم، میگن از امام شما بپرس که راضیه ایشون ما این کار رو بکنیم، چون خب اینا دیگه خط امام بودن و براشون نظر آقای خمینی مهم بود. ظاهرا آقای موسوی خمینی ها بهشون میگه که خب من اگه برم از آقای خمینی بپرسم، قاعدتا میگه نه، یعنی باید بگه نه، ولی شما بکنید، من موافقت ایشونو میگیرم. مرشد گروگانگیران موسوی خمینی ها معممی تندرو بود. او رهبری دانشجویان پیرو خط امام را در حمله و تصرف سفارت آمریکا به عهده داشت. خوینی ها و عده دیگری از حلقه مرکزی حمله کنندگان به سفارت آمریکا سالها بعد در کسوت اصلاح طلب در چرخه تحولات نظام جمهوری اسلامی ایفای نقش کردند. مهدی بازرگان در مخالفت با اشغال سفارت بلافاصله استعفا کرد و استعفای او از طرف آیت الله خمینی پذیرفته شد. این استعفا در واقع در ادامه بحران‌هایی بود که از اولین روز پیروزی انقلاب برای دولت موقت آغاز شده بود. دولتی که اگر بار گران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم و حالا این مجلس خداحافظی با ملت عزیزمون و هموطنان ایرانی. متاسفانه ما نه بال داشتیم
که پرواز بکنیم، نه پیغمبر خدا بودیم که معراج بکنیم و نه تیول عرض بلد بودیم. همه ما به قول شاعر ایرج میرزا که میگه راجب مادرش میگه اون شعر مادر، شعر بسیار زیبا که میگه دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. همه ماها از شکم مادر بیرون اومدیم و مادرمون از آغوش به زمین ما رو گذاشته و پا به پا یاد داده راه رفتن رو. در تمام مراحل زندگیمونم، چه دوران تحصیل ایران، چه دوران تحصیل خارج، چه دوران خدمات اداری، چه دوران مبارزه و هر جا که بودیم، ما گام به گام و قدم به قدم جلو رفتیم. آشوب‌های سیاسی و مدیریتی که دلیل اصلی استعفای بازرگان بود، با درگیری نظامی با نیروهای سیاسی در گوشه و کنار کشور نیز همراه بود. از گرگان تا کردستان و از بلوچستان تا خوزستان. یکی از فعالترین گروه‌ها در بسیج نیروهای خلقی چریک‌های فدایی بودند. الان که آدم بر میگرده و ادبیات اون زمان نیروهای چپ رو نگاه میکنه، واقعا خب متاسفانه بر میخوره به فقر تئوریکشون و اینکه درک درستی لزوماً از مسائل قامز قومیتی و غیره در ایران نداشتن. من مطمئن نیستم که واقعا طرح ایدئالشون جمهوری خلق‌ها و مدل نوع شوروی بود، بلکه اونا فکر میکردن که خب در جاهایی مثل کردستان، در جاهایی مثل ترکمنصحرا اجحاف شده به مردمان اون منطقه و خب این تفکر چپ هم در این مناطق طرفدار داره و بنابراین با پافشاری و تبلیغ این مسئله حقوق خلق‌ها میتونن برای خودشون به صلاح طرفداران زیادی رو در اونجا کسب بکنن که خیلی هم حرف بی ربطی نبود. در جاهای مثل کردستان برای مثال دیدیم که خب واقعا پاسخ داد. اون زمان یه مقداری بحث‌ها برای ما هنوز ناپخته تره. اون زمان همونطور که گفتم هم مبنای حقوق بشری داره هم مبنای سیاسی، مسئله تبعیضه. اون زمان ما نیروی مخالف تبعیضیم، طرفدار برابری هستیم. اینکه برای بخشی از جامعه ایران زیر تبعیض هست برامون قابل قبول نبود و اینکه ابعادش رو چجوری میشه در شکل‌های تئوریک، خب در این 30-40 سال کار شده و امروزه که این موضوع به عنوان یک مسئله‌ای که در سطح جهان مورد بحثه و مورد تاییده و باید به این موضوع مورد توجه قرار بگیره، در ابعاد دیگه ای بحث میشه. اون مقدار گرایش بود یه مقدار ناپخته تر، ولی اینکه باید یک اعمال فشاری که بر بخشی از مردم جامعه ایران وجود میاد، این به اعمال فشار از بین بره و امکانات اداره حیات خودشون رو مردم داشته باشن. علی‌رغم بحران‌های همه‌جانبه، شورای انقلاب که جانشین دولت بازرگان شده بود، کار همه‌پرسی قانون اساسی جدید را در دستور قرار داد تا پس از آن بتواند انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و به حاکمیت نوپا نظام و قوام ببخشد. همه‌پرسی قانون اساسی در آذر ماه 58 برگزار شد و شورای انقلاب پس از تایید قانون اساسی روز پنجم بهمن سال 1358 را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. با اینکه هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود، سازمان مجاهدین خلق به خاطر مخالفت با متن نهایی قانون اساسی و تحریم آن از سوی آیت الله خمینی از معرفی نامزد ریاست جمهوری منع شد. علی‌رغم تلاش سازمان مجاهدین برای رایزنی با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی روی خوشی به رهبران این سازمان نشان نمی‌داد.
اختلاف روحانیت با مجاهدین اختلاف ریشه داری بوده، اختلافی بوده که از لحاظ ایدئولوژیک و تفکری اینها با هم مخالفت داشتن، چون فکر میکردن که روحانیت فکر میکرده که مجاهدین خیلی تفکرات التقاطی دارن، تفکرات سوسیالیستی دارن، به خصوص در رابطه با مسائل اقتصادی تفکرشون تحت تاثیر گروه های مارکسیستی قرار گرفته. در این نیروها همدیگر رو از دوران زندان میشناختن و بنابراین اختلاف های اساسی در درون زندان هم داشتن. واقعیتش این است که در زندان مجاهدین خیلی بیشتر با نیروهای چپ احساس نزدیکی میکردن تا با نیروهای روحانیت، و خب چون اینها خبر داشتن از اختلافاتی که با همدیگه دارن، منطقی بود که بعد از انقلاب هم این مسائل دهش پیدا کرد و دامنه اختلافات بالا گرفت. بعد از انقلاب وقتی که ما به دوران ریاست اولین انتخابات ریاست جمهوری رسیدیم و آقای مسعود رجوی خودشون رو کاندیدا کرد و آیت الله خمینی در از تنها کسی رو که در انتخابات رد کردن ایشون بودن، با این استدلال که هر کسی، منظورشون مجاهدین بود، که به مسئله رفراندوم رأی نداده باشن، بنابراین یا قانون اساسی رأی نداده باشن، حق انتخاب شدن به عنوان ریاست جمهوری اون سیستم رو هم ندارن. و خب این دیگه واقعا آغاز طلاق جدی سیاسی مجاهدین با حکومت شد. علی‌رغم حذف سازمان مجاهدین از گردونه انتخابات، دیگر گروه‌ها در کنار مذهبیون امکان مشارکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشتند. گمانه‌زنی گروه‌ها و افراد درباره کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری از اوایل دی ماه در رسانه‌ها آغاز شد و در اولین خبرها روزنامه کیهان از افرادی مانند ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، مهدی بازرگان و داریوش فروهر به عنوان کاندیداهای احتمالی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نام برد. مجاهدین خلق هم نخست آیت الله خمینی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرده بودند. آنها فکر می‌کردند دوگانه حاکمیتی میان رهبر و رئیس جمهوری به این ترتیب حل خواهد شد. اما نه آقای خمینی قصد ریاست جمهوری داشت و نه به دیگر روحانیون اجازه می‌داد نامزد شوند. منع روحانیون برای نامزد شدن از جانب آیت الله خمینی باعث شد تا گروه‌های روحانی به دنبال حمایت از دیگر کاندیداهای موجود باشند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همراه با حزب جمهوری اسلامی نخست به حمایت از جلال الدین فارسی ابراز تمایل کردند، اما به دلیل اینکه او اصالت ایرانی نداشت نتوانست در انتخابات شرکت کند و پس از دیداری با آیت الله خمینی از نامزدی انصراف داد. با انصراف جلال الدین فارسی نیروهای محافظه‌کار گرد حسن حبیبی جمع شدند. در این میان جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان گروهی قدرتمند و متشکل از روحانیون انقلابی و تازه متنفس شده از نامزدی ابوالحسن بنی صدر پشتیبانی کرد. بنی صدر در کنار سید احمد مدنی از حمایت جبهه ملی ایران برخوردار بود و آن دو نخستین کسانی بودند که شروع فعالیت ستادهای انتخاباتی خود را اعلام کردند و تبلیغات آنها در روزنامه ها و سطح شهر دیده می شد. روز سوم بهمن آیت الله خمینی به دلیل سکته قلبی از قم به تهران منتقل و در بیمارستان قلب تهران بستری شد. بازگشت او به تهران پایان اقامت 11 ماهه اش در شهر قم بود. با توجه به بیماری آیت الله خمینی و انتشار شایعات، شورای انقلاب اعلام کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر نخواهد افتاد و مردم در روز پنجم بهمن در پای صندوق‌های رأی حضور خواهند یافت. در روز پنجم بهمن سال 1358 نخستین انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت 67.4% واجدین شرایط برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر با اکثریتی بالغ بر 10 میلیون رأی
به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. او که دانش آموخته رشته اقتصاد از فرانسه بود، تا پیش از این چهره ناشناخته بود که پس از 20 سال اقامت در خارج از کشور به همراه آیت الله خمینی به ایران بازگشته بود. ببینید تو صحبت‌های بنی صدر یه مقدار جلوه هایی از اندیشه مصدق دیده می شد، روی استقلال، روی حاکمیت ملی حرفایی که می زد. بعد جلو آخونده ایستاده بود، مردم خیلی زود مصیبت آخونده رو درک کردن، به خصوص طبقه متوسط، دانشگاهی ها. خب این شروع که باشون درگیر شدن، به خصوص با بهشتی که راسپوتین انقلاب بهش می گفتن، با آدمای بزرگ دور آقای خمینی، و این بهش یه مقدار محبوبیت داد. توی مردم صحبت میکردیم گفتم بنی صدر قابل مقایسه نیست. پدر بنی صدر یک روحانی است، ولی شخص او آدم به اصطلاح مترقی یا متجدد یا متمایل به غرب، و او به هیچ وجه به ولایت فقیه باور و اعتقادی نداره، و این باور و اعتقاد در حدی است که حتی وقتی خمینی به نوفلشاتو میره، به خونه آقای بنی صدر میره و اونجا مقیم میشه، قبل از اینکه، البته این در پاریس، قبل از اینکه در نوفلشاتو مستقر بشه، در طی مصاحبه هایی که خارجی ها با خمینی به صورت روزانه برگزار میکردن، یکی از خط قرمز هایی که به آقای خمینی داده بود این بود که شما راجع به ولایت فقیه صحبت نکنید. عقب نشینی آقای خمینی هم در قبول این خواسته این بود که به ولایت فقیه هیچ رجوعی نکنه. تنها در یک مصاحبه اشاره گذرا به اون کرد، و این نشون میده که قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه، آقای بنی صدر قویاً با ولایت فقیه مخالف بود و طرح ولایت فقیه رو حتی مانعی میدونست برای پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب هم این مخالفت ادامه پیدا کرد و آقای بنی صدر تصور میکرد که به دور از امام و عمامه به تنهایی میتونه یک دولت اسلامی سیاسی رو در ایران اداره بکنه. آغاز رسمی ریاست جمهوری بنی صدر مستلزم برگزاری مراسم تنفیذ از جانب آیت الله خمینی بود که به دلیل بیماری در بیمارستان قلب تهران بستری بود. مراسم تنفیذ و امضای حکم ریاست جمهوری در روز 15 بهمن در بیمارستان قلب تهران انجام شد. این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. خب دنیا رأس کل خطیئه، هر مقامی که برای بشر حاصل میشه، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. دو هفته بعد نیز طی حکمی از جانب آیت الله خمینی، فرماندهی کل قوا که از اختیارات رهبری است به او واگذار شد. ابوالحسن بنی صدر اکنون شخص دوم مملکت و رئیس قوه مجریه برای عبور از بحران‌های داخلی و خارجی شده بود که پس از پیروزی انقلاب یکی پس از دیگری رخ می‌داد. از اشغال سفارت آمریکا تا کودتای نوژه و حمله عراق به ایران در 31 شهریور 1359 که مسیر زندگی ایرانیان را برای دهه‌ها دستخوش بحران و آسیب کرد.